تهران، سال پایانی دهه 20 خورشیدی. مجلس شورای ملی در روزهای پرتلاطم و تاریخ ساز. سیام خرداد، تشکیل کمیسیون مخصوص نفت در مجلس. پنجم تیر ماه، اولین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق. افتهام اسفند ماه، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت از سوی کمیسیون. متن پیشنهاد: به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. نمایندگان مجلس و صفبندی تازه حول محور نفت. 29 اسفند ماه 1329، تصویب طرح در مجلس شورا و سنا. 7 اردیبهشت سال 30، دکتر مصدق مأمور تشکیل کابینه می شود. هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران عازم سفر به آبادان است. بیستم خرداد 1330، پرچم ایران بر فراز عمارت شرکت نفت ایران و انگلیس. تلاش هیئت خلع ید برای تداوم تولید و عرضه نفت به بازار جهانی. نیروی دریایی انگلیس برای اشغال نظامی آبادان آماده می شود. بازیل جکسون، نایب رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، آشکارا زبان به تهدید می گشاید. ایرانیان گمان می کنند با ملی کردن نفت ثروتمند می شوند. متاسفانه خلاف این اتفاق خواهد افتاد. به دستور انگلیسی ها شیرهای نفت بسته می شوند. کارکنان و متخصصین انگلیسی و هندی و سایر کشورها آبادان را ترک می کنند و کشتی های نفتکش از بارگیری سرباز می زنند. اورل هریمن، فرستاده ویژه ترومن، رئیس جمهوری آمریکا، برای پادرمیانی به تهران می آید. مصدق سرسختانه بر موضع دولتش می ایستد. پادرمیانی بی نتیجه می ماند. برای دفاع از حقوق ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر مصدق عازم نیویورک می شود. حزب توده بی توجه به حساسیت زمان در هر فرصتی هوادارانش را به خیابان ها می کشد
و جو سیاسی را ملتهب نگاه می دارد. 23 مهر ماه سال 30، حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد. در دو روز اول شورای امنیت من احساس می کردم که نمایندگان شورای امنیت با نظریات دولت ایران موافق نیستند. من گفتم که تمام حرفهای شرکت سابق که دولت انگلیس حمایت از شرکت سابق می کند مبتنی بر قرارداد 1933 است. این قرارداد مدرک قانونی ندارد. پس از اینکه شورای امنیت دید که مجلس نهم به هیچ وجه من الوجود ملاک قانونی نداشته، به کلی رویه خود را تغییر داد و بالاخره هر داد که تقاضای انگلیس به هیچ وجه مورد توجه واقع نشود و کار در محکمه دادگستری بین المللی خاتمه یابد. جای خالی هیئت نمایندگی ایران و توضیح دکتر شایگان درباره این غیبت. زیرا دولت من معتقد است که این دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد. 7 خرداد سال 31، این بار مصدق شخصا در رأس هیئتی به لاهه می رود و به مدت 27 روز در هتل ساده‌ای در لاهه اقامت می کند. Quelqu'un de notre délégation a demandé pour moi. Non, monsieur. Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas dans leur champ? Oui, monsieur. Les clés sont là. Merci, monsieur. کجا غیبت زده بود شما؟ مشکلی پیش آمده پدر جان؟ دارو لازم داریم؟ آیان همراهان ما کجا هستن؟ در اتاقاشون. پرسیدم، کلید اتاقاشان اینجاست. شاید رفتن گشتی در خیابانهای لاهه بزنن، سوغاتی چیزی بخرن. هنوز نرسیده سوغات بخرن؟ قراری که با ایشان نداشت. نه پسرم، خیالم نراحت است. اتفاقی افتاده؟ میدانی که من این کیف محتوی اوراق و اسنادی را که از تهران آوردم یک لحظه هم از خودم جدا نمی کردم. شب تا آن را زیر سرم نمی گذاشتم، خواب به چشمم نمی آمد. نمی دانم چطور دیروز تلسم شدم و کیف را با همه محتویات مهمش یک جا سپردم دست این آقای وکیل بلژیکی. پروفسور رولان. بله، پروفسور رولان بلژیکی. چه اشکالی داره پدر جان؟ پروفسور رولان برای تنظیم ادعانامه به اسناد شما احتیاج داشتن، ناچار بودن آنها را ببرم بروکسل روشون کار کنم. همین منطق مرا تلسم کرد پسر جان. چرا ملتفت نیستی شما؟ توی آن کیف تمام مدارک مربوط به تعدیات و مداخلات انگلیسی ها را گذاشته بودن. اگر آنها سراغ رولان بروند و اسناد را بدزدند، یا به او بگویند مصدق به تو 1500 لیره حق الوکاله داده، ما 100 برابر آن میدهیم، در عوض مدارک را به ما واگذار کن. آن وقت ما چه کنیم؟ چه خاک به سرمان بکنیم؟ پدر جان، خودتون را ناراحت نکنید. پروفسور رولان یک شخصیت سرشناس سیاسی و حقوقیان، این افراد رو به آسونی نمیشه خرید. رولان وکالت از پرونده ما رو به خاطر 1500 لیره قبول نکرده. من هم همین را به خودم میگویم، ولی دلم قرار نمیگیرد. غلام، اگر چنین اتفاقی بیفتد من روی بازگشت به ایران را ندارم. پدر جان، تازه 2 روز بیشتر نیست که شما از رولان میخبرید. تنظیم ادعانامه برای این دادگاه مسلماً طول میکشه.
لااقل یک تماسی که میتوانست با ما بگیرد و اینگونه نصف عمر ما نکند. بیایید موضوع صحبت رو عوض کنیم. همین امروز در روزنامه دیلی میل لندن کاریکاتوری از شما کشیدن، شما را سوار بر قالیچه حضرت سلیمان نشون میدن. شاید چیزی درباره قالیچه ها شنیده. بی تردید، مگه به شما نگفتم همون موقعی که در فرودگاه آمستردام از هواپیما پیاده میشدیم یک خبرنگار چه گفت؟ مستقبلین ایرانی یا هلندی دورتون کرده بودن، متفت نشدید. خبرنگار به من گفت چرا آقای نخست وزیر از شما که پزشک مخصوص ایشون هستین خواست چند قالیچه برای اولیا حضرت ملکه هلند ابتیا کنید؟ گفتم برای اینکه من پسر ایشونم هستم و همیشه در اجرای اوامرشون حاضرم. مرده که پدر سوخته از کجا میدانست که قالیچه خریده شده؟ حتی میدانست شما دستور دادید سه جفت بخرم. این خبرنگارا پدر جان همه جا دست دارن. بعد خواست از اونها چند عکس بندازه. گفتم بسته بندی شدن و پدر جان پروفسور رولان دارن میان. دارن از اتومبیل پیاده میشن، کیف شما هم زیر بغلشونه. غلام فوراً یک جفت از قالیچه ها را ببر بگذار داخل اتومبیل رولان. بگو این هدیه مردم ایران است به عنوان سپاسگزاری از شما. این جهت ما را کشید تا سفارت این آقای نواب وزیر مختار ما در هلند. شنیدم به دیدار والا حضرت شمس رفته. بله همین دیشب رسیدم. سر راهشان به آمریکا توقف کوتاهی داشتن، میخواستن من را حتما ببینن. فکر کردم پیامی از اعلیحضرت دارم، وگرنه ضرورتی به رفتن نبود. البته من برای ایشان احترام قائلم و بین ایشان و همشیره دیگرشان والا حضرت اشرف فرق میگذارم. پس کارشون با شما چیه؟ پول. پول؟ بله ایشان حامله هستن و دارن میروند آمریکا آنجا وضع حمل کنن. در ایران از وزارت مالیه تقاضای ارز خارجی کردن، آنها هم به این عذر که نخست وزیر در هلند است ایشان را سر دواندن. بالاخره؟ هیچ. عرض کردم اگر عرض داشتیم که حقوق کارمندان ما نقب نمی افتاد. مسیو؟ مسیو؟ پدر جان، فراموش نکنید پروفسور رولان تا یه ساعت دیگه با دختر بزرگ و دامادشون برن به دیدار شما میان. گفتن دخترشون عازم سفر و زندگی به یک کشور افریقایی هستن. قبل از عزیمت خواستن به افتخار دیدار شما نائل بشن، چند تا عکس یادگاری بندازن. فراموش نکن یک جفت از قالیچه ها را به دختر و دامادش هدیه بدن. مطمئنی فقط دو جفت مونده؟ بله بله مطمئنم. مسیو، C'est arrivé pour vous. Merci. Passez pour si belle main. Que vite. Non, mais bien, il est ici. Tout va prendre un temps. نوشتن من یک خانم انگلیسی هستم و میدانم شما برای احقاق حقتان در هلند هستید. امیدوارم به حقتان برسید، ولی اگر خدای ناکرده نرسیدید این کبریت را فرستادم تا با آن چاهای نفتتان را آتش بزنم. انگار نه انگار که اینجا محل اقامت یک نخست وزیر سرشناس است. چند روز دیگر وقتی اتومبیل دربار ملکه هلند جلوی همین در توقف کرد تا دکتر مصدق را با اسکورت به دیدار ملکه جولیانا ببرد، تازه مدیران هتل می فهمند که با چه شخصیتی طرف بودند.
و جناب آقای نواب وزیر مختار عزیز. سلام حسین خان عزیز. خیلی وقت منتظریم؟ نه تازه رسیدم. قراری با پدرم داشتیم؟ نه ولی خبر خوبی برای ایشان داشتم. دلم طاقت نیاورد تا کنم صبر. خوش خبر باشه. بالاخره از دفتر اولیا حضرت ملکه جولیانا با بنده در سفارت تماس گرفتن و ساعت ملاقات برای ایشان و دکتر مصدق تعیین کرد. چه خوب. موفقیت کوچکی نیست آقای دکتر. میدانید که دکتر مصدق مهمان رسمی دولت هلند نیست. درست. و این توقع را نیز از دولت هلند نداشتیم که ایشان را به عنوان مهمان رسمی دعوت کنند. برای همینم بود که بالاترین مقام هلندی که به همراه بنده و سایرین به پیشواز ایشان به فرودگاه آمدند وزیر دادگستری بودند نه شخص نخست وزیر. من پاسخ پدرمو وقتی مطلع شدم نخست وزیر هلند به پیشواز نخواهند اومد هرگز فراموش نمی کنم. پدرم گفتن من وکیل مردم ایرانم و برای دفاع از آنها به هر دیوان بین المللی هر کجا که باشه میرم. گفتن ملکه و نخست وزیر هلند متولی دیوان نیستن که من توقع بدرقه و پیشواز از اونا داشته باشم. عذر آنها در مراودات سیاسی البته پذیرفتنی است. همین ملکه جولیانا وقتی کشورش توسط آلمان نازی اشغال شد به انگلیس پناه برد و تا آزادی هلند مهمان دربار انگلیس بود. اونم خود ایشان. بفرمایید. به به چه مهمان عزیزی. چرا سرزده تشریف آورد؟ دعوتنامه اولیا حضرت ملکه جولیانا به دستم رسیده بود طاقت نیاوردم. دیدار خصوصی؟ بله در واقع یک دیدار غیر رسمی و خصوصی. یعنی بین من و ایشان؟ البته بنده نیز در خدمت خواهم. اینجور خیالم آسوده شد. البته امتر با حضور شما. بله بله گوشم با شماست ولی صدا خیلی بد میرسه. متوجه نشدم. فرمودید که محاکمه نبی الله اکبری زاره با آقای امامی امام جمعه تهران رو شروع کردن؟ بله ولی چرا با این همه گرفتاری که دارید خودتان را برای دادن این خبر به زحمت انداختید؟ دیروز از من نامی برده شده؟ کجا در دادگاه؟ به چه مناسبت؟ چه می‌فرمایید؟ می‌بینید؟ اینجا هم مرا راحت نمی‌گذارند. آخر من نخست وزیر یک مملکت چه مناسبتی می‌توانم با یک چاقو کش بیست سر و پا داشته باشم؟ در دادگاه اعتراف کرده است که به تحریک بنده بوده که امام جمعه را چاقو زده. بسیار Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. از تهران برایم زنگ زدند. دکتر معظمی بود. می گفت تمام روزنامه ها را پر کردن از این خبر که نبی الله زارب در دادگاه اعتراف کرده است که سال گذشته من به او پول داده بودم تا امام جمعه را از میان بردارد. بی شرمی را می بینی؟ پدر جان کسی برای این حرف و ترم خود نمی کنه. هلو ایران Just a moment, please. It's for you. Thank you. Hello? Bale? از روزنامه چی؟
میخواید مصاحبه کنید در مورد کی؟ در مورد کی؟ در مورد اعترافات نبی الله شما چطور انتظار دارید ایشون به خاطر خبری به این بی ارزشی حاضر به مصاحبه با شما باشن؟ هیاهو میکنن تا روزنامه‌های خارجیان رو منعکس کنن. جالا میخوان من رو خفیف کنن. درستان شما به فکر سلامت خودتون باشین. فردا همون روزیست که شما این همه منتظرش بودید، روز سخنرانی در دیوان عالی لاه. همه چشماتون رو ببندید، بذارین دارو اثر کنه. گیرم در این دعوا از دیوان لاه پیروز در آمد، از درباریان و سیاست بازان فاسی که نه تنها خط تو که خط خود شاه را هم نمیخوانند به کدام دیوان شکایت میبرند، از آنهایی که تو را نوکر آمریکا مینامند و به اشاره به اصطلاح برادر بزرگ روزی نیست که چوب لای چرخت نگذارند به کدام دیوان شکایت میبرند، از امام جمعه تهران، از آیات عظامی که چماق تکفیرشان را بلند کردند تا در اولین فرصت بر سرت بکوبند به کدام دیوان شکایت می کنند. تو با این تن بیمار و پیکر نحیفه، از این همه گردنه پیش رو چگونه عبور خواهی؟ سلام پسرم. جلسه دادگاه چطور گذشت؟ راضی به نظر نمیاد. از این رضایت بیشتر برام متصور نیست پسرم. همه خواست ما از دادرسان این بود که خود را از مداخله در این دعوا کنار بکشن و رأی به عدم صلاحیت دیوان بدن. به نظرم نطق من مجاب کننده بود، ولی نطق پروفسور رولن و پاسخهایی که به پرسش‌های رئیس و قضات میداد دود از مغز همه برآورد. به خصوص از مقضی هیئت نمایندگی انگلیس. ببینم هنوز یک تو کالچی داری نقلام پدر جان. عالی ترینشون باقی مانده که گذاشتم برای اولیا حضرت ملکه هلند. قرار شما فردا با ایشون یادتون نمید. ملکه قالیچی به دردشون بکنم. آنها را هم بگذار داخل اتومبیل رولند ببرد برای دختر کوچکش. پدر جان امروز از خودش شنیدم تازه نامزد کرد. شما دارین تمام شش تخت قالیچه رو به اینا میدین. افه شما، تو نمیدانی رولند چه کار بزرگی انجام داده است. یادت نرود که بگویی مال ما نیست، بلکه هدیه ملت ایران است به آدمی شریف مثل شما. دیوان لاهه پس از بازگشت دکتر مصدق به ایران جلسات متعددی برای بررسی درخواست او تشکیل می‌دهد. سر فرانک ساسکس رئیس هیئت نمایندگی انگلیس. اعمال اخیر و تهدیدات دولت ایران چنان است که اگر همچنان ادامه یابد ممکن است قضاوت به نفع دولت انگلستان را برای این دادگاه ناممکن سازد. پیشبینی او به حقیقت پیوست و دادگاه به نفع ایران رأی بر عدم صلاحیت خود صادر کرد. خبر پیروزی مصدق در دادگاه لاهه فردای 30 تیر سال 31 به ایران رسید، روزی که مردم پیروزمندانه مصدق را دوباره بر کرسی صدارت نشاندند. دشمنان جنبش ملی این بار از راه توطئه وارد شدند.
ژنرال آیزنهاور، وینستون چرچیل، برادران دالاس، کرمیت روزولت، ژنرال شوارتزکوف، برادران رشیدیان، شعبان جعفری، سرلشکر زاهدی و شاهزاده اشرف پهلوی که به عنوان رابط توطئه‌گران با شاه از تبعید به کشور وارد می شود و شاه را به امضای فرمان عزل مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری ترغیب می کند. بیست و پنجم مرداد 32، طرح بازداشت مصدق در اولین ساعات بامداد با دستگیری سرهنگ نصیری خونسا می شود. با اعلام خبر کودتای ناموفق از رادیو، مردم به حمایت از مصدق به خیابان می ریزند. شاه و همسرش بلافاصله از رامسر به بغداد و از آنجا به روم پرواز می کنند. خشم و هیجان مردم ادامه می‌یابد و شیرازه نظم از دست دولت خارج می‌شود. بیست و هشت مرداد 32، کودتای بعدی به نتیجه می رسد. سرلشکر زاهدی نخست وزیر منتخب شاه. هتل اکسلسیور روم. خبر پیروزی کودتا به شاه میرسد. شاه با پیشواز روحانیت به کشور باز میگردد. و مصدق را در دادگاه نظامی به محاکمه می کشاند. لطفاً بایستید و خود را معرفی کنید. دکتر محمد مصدق، فرزند هدایت. شغل نخست وزیر قانونی. عیال و اولاد دارید؟ بله آقا، بله دارم. پیشینه کیفری دارید؟ تا امروز که ندارم، حالا ببینیم. سه 72 یا 73. اکنون به آقای دکتر محمد مصدق اخطار می شود که به موجب ماده 195 چنانچه تذکری در باره عدم صلاحیت داری بگویید تا به آنها رسیدگی شود. ایراد دارم. قبلا لازم است به عرض دادگاه برسانم که من مجری افکار ملت ایران بودم و ملت ایران بود که میخواست خود را از دهانت‌های خارج. استدعا دارم اگر در خصوص صلاحیت دادگاه ایرادی دارید بفرمایید آقا و دفاعتان را بعد بکنید. همه اش مربوط به صلاحیت است. کتاب قانون را مرحمت بفرمایید تا بنده عرض کنم. از تیمسار ریاست دادگاه تقاضا دارم
به متهم تذکر لازم را. متهم با کسر حس صحیح نیست، غلط فرمودید. تذکر بفرمایید که فقط اگر ایرادی به صلاحیت دادگاه دارند بیان نمایند. جناب آقای سلشگر، متهمی که شما میخواهید او را تبرئه کنید یا حکم اعدامش را صادر کنید باید از خودش دفاع کند. حالا جناب عالی میخواهید با آن مرد مشورت کنید؟ من به صلاحیت آن مرد هم اعتراض دارم، تا جناب عالی بدانید من بیش از اینها به قوانین آشنا هستم. چطور ممکن است در این تالار که اینطور مجلل و باشکوه است حرفی برخلاف قانون بزنم؟ ببخشید آقای رئیس، اگر اجازه بفرمایید بنشینم حرف بزنم، کسالت دارم. بفرمایید. ای کاش عملیات این آقای سرتیپ آزموده از قانون منحرف نبود. ایشان لوایح قانونی در اصلاح ارتش را که بسیار اثر نیکویی داشت، از قبیل اینکه دادستان باید معلومات حقوقی داشته باشد و درجه تحصیلاتش از لیسانس کمتر نباشد، را به استناد یک تصویب نامه مبهمی که در هیئت وزیران صادر شده بود زیر پا گذاشت و اجرا نکرد. این متهم با نهایت بی‌انصافی مرا بی‌سواد خواند. این آقا شب می‌خوابید و صبح برای ارتش و دستگاه‌های قضایی آن قانون وضع می‌کرد. پس از سقوط او و پس از اینکه قادر متعال این کشور را نجات داد و پس از آن همه غیرت و مردانگی مردم شاه دوست تهران و شهرستان‌ها، شیرازه ای را که این متهم در دستگاه قضایی ارتش از هم گسیخته بود، مقامات عالی ارتش در صدد ترمیم برآمدند و به من امر شد به سمت دادستان ارتش منصوب شدم. بنا به خصلت سربازی و روح فرمانبرداری، فرمانبرداری با فتح به هم غلط از قربان، فرمانبرداری بفرمایید. بنا به خصلت سربازی و روح فرمانبرداری اطاعت کردم. ادعایی هم ندارم. اما این آقا که به خودش عنوان دکترا میدهد، این جانب باید بدانم در چه رشته ای از حقوق دارای درجه دکتراست؟ بیتاری آقا، دامپزشکی. من باید ببینم که ایشان دکترا در حقوق است و یا به قول خودش دکترا در بیتاری. این آقا راست میگوید، او دارای درجه دکترا در تمام فنون شرارت و جنایت میباشد. بنده از بیانات آن مرد تشکر میکنم، بیانات جامعی بود. من به ایشان نسبت بیسوادی ندادم، اظهارات من روی نامه‌ای بود که خودشان به من نوشته بودند که اطلاعات قضایی ندارم. اگر کسی توپ نینداخته من میتوانم بگویم توپ چیست؟ خواهش میکنم فقط در اطراف صلاحیت، نقص پرونده و مرور زمان اگر ایرادی دارید بفرمایید آقای مصدق. اگر من ثابت کردم که دست خط ملوکانه در مورد عزل بنده از مقام نخست وزیری را به حق اجرا نکردم، آن وقت شما قبول میکنید که من نخست وزیر قانونی هستم و تا 28 مرداد که مرا بازداشت کردیدم نخست وزیر بودم و شما صلاحیت رسیدگی نداره؟ پس میفرمایید دادگاه صلاحیت ندارد؟ ابدا ابدا صلاحیت ندارد. بنده را آوردن اینجا برای چه؟ من که نظامی نبودم، من نخست وزیر بودم، حالا هم نخست وزیر قانونی هستم. مطابق اصل 49 متمم قانون اساسی، رسیدگی به تقصیراتی که به وزرا نسبت داده می شود در صلاحیت مجمع عمومی دیوان عالی کشور است، آن هم مشروط به اینکه قبلا مجلس شورای ملی اجازه تعقیب داده باشد. لطفاً بلند شوید بایستید، متهم باید ایستاده صحبت کند. چشم آقا، به تمام معنی صحیح فرمودید، چون من از اول اجازه گرفتم بنشینم خیال کردم اجازه مستمر است. ادامه بدهید اما از موضوع خارج نشوید. نگران نباشید قربان، همه اش داخل در موضوع است. به من گناهان زیادی نسبت دادن، اما خود من میدانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشدم. آقای رئیس میبینید اینجا هم دارند عوام فریبی میکنند. این آقا هر چه توانست گفت،
اما من اجازه میخواهم یک نکته را بگویم. مردم این مملکت میدانند که وضع من در بسیاری از جهات با وضع مارشال پتن فرانسوی بیشباهت نیست. من هم مثل او سال خورده هستم و به وطن خود خدمت کردم. من هم مثل او در آخر عمر به روی کرسی اتهام نشستم و شاید مثل او هم محکوم شدم. اما همه نمیدانند که بین او و من یک فرق و تفاوت عیان و آشکار است. پتن به جرم همکاری با دشمن فرانسه به دست ملت فرانسه محاکمه شد و من به گناه مبارزه با دشمن ایران و به دست عمال بیگانگان محاکمه می شود. وظیفه ما این است که به آقای وظیفه ما این است که به آقایان متهمین و وکلای مدافعشان آزادی مطلق در گفتار بدهیم تا هرچه برای دفاع خود مفید و مؤثر می دانند بیان کنند، اما با رعایت نزاکت. نباید در یک دادگاه رسمی مکرر در مکرر به طور تحقیر این مرد خطاب کنند. تیمسار دادستان ارتش دارای عنوان مشخص هستند. من به هیچ کس اجازه نخواهم داد عنوان ایشان را ادا ننماید. من در واقع میبایست به ایشان بگویم دادستان غیرقانونی، ولی چون این عبارت خارج از نزاکت بود اکتفا به گفتن آن مرد کردم. مرد کلمه ایست فارسی ردیف رجل عربی. رجل یعنی یک شخص مهم و جمع آن رجال است. اگر حالا اشتباه کردم که به ایشان مرد خطاب کردم، از این به بعد به ایشان مرد نمیدونم. این متهم که تمام کارهایش مسخره است، کودتای او هم مسخره است. خودش کودتا کرده و عمل کودتا را به سایرین نسبت می‌دهد. در کجای دنیا عامل کودتا به نحوی که این مرد می‌گوید عمل کرده است؟ عمل این بوده است که سرتیپ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی در به منزل این مرد آمده با در دست داشتن فرمان همایونی. این مرد نه تنها از روی شاهنشاه خجالت نکشید، نه تنها خجالت نکشید که یک افسر شریف را به زندان افکند، به سوگندی که به قرآن مجید خورده بود که به شاهنشاه خیانت نکند هم اهمیتی نداد. فرمان را به گوشه انداخت و حامل پیام را دستگیر نمود. ممکن است مفاد ابلاغ تلفنی آن شب خود را که به سرتیپ نصیری معذرت میخوام به تیمسار تغییر ریاهی برای دستگیری سرتیپ نصیری نموده اید بیان نمایید؟ حضرت رئیس دادگاه، شما از یک کسی که خودش اقرار میکند 72 سال دارد و دیگران میگویند 90 سال دارد انتظاراتی دارید که از یک جوان نمیتوان داشت. خدا شاهد از حافظه صحیح ندارد. آقای دکتر مصدق هنگامی که در پیشگاه دادگاه خود را معرفی مینمود عمر خیشتن را 72 یا 73 سال اعلام نموده است. مطابق سوابق موجود این متهم حتی در سن خود تحریف کرده است، زیرا مطابق شناسنامه‌ای که از متهم در دست است و اظهارنامه‌ای که در اداره ثبت موجود است بیش از 75 سال دارد. آن قمریست، شمسی را حساب کنید. عرایز بنده روی این موضوع که دادگاه خوب متهم را بشناسد که چند سال دارد، زیرا موضوع سن ایشان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. اهمیت دارد از این نظر که او سن خود را برای اینکه نماینده ملت شود پایین آورده تا به نظر و مقصود نهایی خود جمهوری باشد که بر هم زدن تخت و تاج سلطنت بوده است برسد. و بعد همین آقا هنوز آفتاب روز 25 مرداد سر نزده گوش دنیا را کرد که ساعت 7 صبح در تهران خبر مهمی منتشر می شود. خبر این بود است که ساعت 1 صبح
در تهران کودتا شده است. کودتا شد، اما کودتا چی دومش را گذاشت روی کولش و در رفت. آقای مصدق، اجازه ندارید در صحن دادگاه به اشخاص چه حاضر و چه غایب توهین کنید. آقا خدا پدرتان را بیامرزد. این همه که این آقا، ببخشید، این آقای دادستان توهین کرد در صحن این دادگاه نبود؟ داشتم میگفتم، مگر کودتا چیه؟ اینطور تعریف میکنم، اقدامات ناگهانی سپاهیان که برای تغییر رژیم یا دولت میکنن. بهترین کودتا کودتایی است که بدون قیل و قال و سر و صدا انجام شود، همچنان که نقشه کودتای 25 مرداد روی این اصل ترسیم شده بود. من قبلا کودتا را تصور نمیکردم تا وقتی همان شب مرا پای تلفن خواستن. گفتم کی هستی؟ گفت با خود دکتر مصدق کار دارم. گفتم من خودم هستم، شما تلفن اختصاصی مرا گرفته اید. ناشناس وقتی مطمئن شد گفت من به شما میخواهم بگویم عده ای از گارد سلطنتی میآیان برای دستگیری شما و دو تانک فرستادن شهر. همین خبر موجب شد که تجهیز قوا کنم، با اینکه در دلم میگفتم کسی کودتا میکند که بخواهد شاه بشود. شاه چه کودتایی دارد بکند؟ همان شب ساعت یک حرف ناشناس درست در آمد. سرهنگ نصیری با 4 زره پوش آمد. خیال کرد همان 70-80 نفر وجود دارد. وقتی آمد دید آنجا تانک هست، نه یک تانک بلکه دو تانک ادم هست، دید خب نمیتواند غالب شود. گفت دستخط را ابلاغ کنند و دومش را گذاشت روی کولش و رفت. گفتم به یک امیر ارتش توهین نکنید. به چشم، ولی دوم روی کول حرف عادیست، منافی اخلاق نیست. سرهنگ نصیری دوم که ندارد. این جانب در این دادگاه به پیروی از نیات ملوکانه که در برابر ناروایی های دکتر مصدق غمزه این فرمودند، کلمه ای در مورد افتراها، تهمت ها و ناسزاهایی که دکتر مصدق در این دادگاه به من و همقطاران سرباز من وارد ساخت سخن نخواهم گفت. زیرا وقتی مقام با عظمت سلطنت از ناروایی های او صرف نظر می کنند، بدیهی است که سرباز ناچیزی چون این جانب حق ندارم همان رویه را تقلید ننمایم. اما آنچه که این جانب نمی توانم از آن صرف نظر کنم، اهمیت بزه از لحاظ عمومی است. آیا ایشان می توانند توضیح دهند که رسید دادن چه بوده و دستگیری حامل پیام از چه قرار؟ چرا رسید دادی؟ جز این دادی که رسید را سرتیپ نصیری ببرد و به شرف عرض ملوکانه برساند؟ مگر آقای محترم در آن رسید ننوشتی دست خط ملوکانه زیارت شد؟ و مگر حتی ساعت نگذاشتی؟ این دکتر مصدق است که به اتکای سرتیپ ریاهی کودتا کرد تا صرف نظر از اینکه دولت آقای سپهبد زاهدی نتواند به وظیفه خود عمل کند، کودتا کرد تا رژیم کشور را به رژیمی دیگر تبدیل کند. خدا آقا فرمودید بهترین کودتا آن است که بدون خالی شدن یک تیر تفنگ از آن نتیجه بگیرند. بسیار صحیح فرمودید، عمل کودتا همان عملی است که انجام فرمودید. این عجیب است که مردی پس از 70 سال سن بیشتر دارد. بله 74 سال سن این کارها را بکند و بعد نتواند بگوید در کجا یک تیر تفنگ خالی شده است. ملاحظه فرمودی که این بیانات من هر شنونده ای را مجذوب می کند، نه از لحاظ نحوه بیان بلکه از این لحاظ که چرا باید در این کشور مردی پیدا شود که فرمان شاه را اجرا نکند؟ از بس ناجنس است آقا. به هر جهت روز 25 مرداد وقتی که میشنوند اعلی حضرتین به بغداد عزیمت فرمودند، اولین عکس العمل ننگین و شرم‌آور او تلگرافی بوده است
که حسین فاطمی وزیر امور خارجه به بغداد مخابره می کند و به سفیر کبیر ایران در بغداد دستور می دهد که تماس سفارت با کسی که بدون اطلاع دولت فرار کرده است به هیچ وجه موردی ندارد. و بعد از ظهر همان روز هم میتینگ معروف میدان بهارستان را راه می اندازند و همانجا همان آقای حسین فاطمی عربده کشان اعلام جمهوریت می کنند. آیا شما از موضوع سخنان دکتر فاطمی در میتینگ میدان بهارستان مطلع بودید؟ پس از آن که صبح آقایان آمدند و در مورد برگزاری میتینگ با من صحبت کردند و اجازه خواستند، دیگر هیچ گونه اطلاعی از جریان میتینگ و مذاکرات آن پیدا نکردم. بعد از وقوع میتینگ هم از حماس سرایی های آقای دکتر فاطمی که سخنگوی رسمی شما بودند مطلع نشدی؟ ایشان سخنگوی دولت من بودند، نه سخنگوی شخص من. ماها ایشان در این سمت بودن و هیچ وقت آنچه را که گفتن برخلاف نظرات دولت نبوده. حتی شعار ما شاه نمیخواهیم ایشان در آن میتینگ قضایی؟ شاه آن روز کجا بود که کسی ایشان را بخواهد یا نخواهد؟ من بارها گفتم که از جریان میتینگ و مذاکرات و بحث و حرفهای آن هیچ اطلاعی ندارم، اما این را میدانم که این جوان پرشور روز 25 مرداد وضع عادی نداشت. وقتی وزیر خارجه ای را می آیم شبانه از پیش زن و بچهش می کشن می برن به دربار و ضرب و شتمش می کنن و بعد می اندازنش زندان، انتظار داریم 6 ساعت بعد بیاید دعا و ثنا به وجود متولیان این کار بکنن؟ حالا اگر او خودش بگوید که این حرفها را به اجازه من به دستور من زده است، من یک جوان مردی هستم که تمام مسئولیت کار او را به عهده می گیرم. همینقدر که مسئولیت خطاهای خودتان را به عهده میگیرید برای ما کافی است. خطایی از این بالاتر که بیایید بدون موافقت و حضور پادشاه شورای سلطنت تشکیل بدهید؟ آخه اگه شبی خبردار چیکار باید کرد؟ ساکت! بیرونش کنید! یعنی بیاندازیدش زندان؟ توجه کنن تماشاچیان، هر کس کوچکترین تظاهری بر له یا بر علیه بکند فقط اکتفا به خارج نمودن او از دادگاه نخواهم نمود و 15 روز به حکم قانون بازداشت نخواهم کرد. به چه علت دستور دستگیری تیمسار سپهبد زاهدی را صادر نمودید؟ به این علت که ایشان در فعالیت‌هایی که کاملا مخالف دولت بود شرکت میکرد. اما ایشان در آن زمان به حکم اعلی حضرت همایونی نخست وزیر قانونی بودند. بنده آن روز این حکم را ندیده بودم، بعد دیدم. بعد هم که دیدم در نخست وزیری قانونی خودم هیچ تردید نکردم و ندارم. اگر نخست وزیری، وزیرانت کجاست؟ هست، زندان. وقتی مصاحبه اعلی حضرت همایونی در بغداد انتشار یافت و حاکی از عزل شما و نسب تیم سار سپهبد زاهدی بود، چه اقدامی کردید؟ هیچ اطلاع از این مصاحبه نداشتم، فقط یک گزارش دیدم که اعلی حضرت آنجا در خفا با مامورین انگلیس و آمریکا وارد شور شدند. برای روشن شدن اسرار دیگران از شما ریاست محترم دادگاه تقاضا میکنم توجه فرمایید که موجب تشریف فرمایی اعلی حضرتین به بغداد برای جلوگیری از خونریزی و از جهت دیگر برای دراز کردن دست توسل به سوی خدا و ائمه اطهار بوده است تا این کشور از خطر مصون بماند. از دور هم دست توسل میشد دراز کرد. شاه مملکت از مملکت میخواهند بروند، نمیبایست به نخست وزیرشان به مسئول مملکت دستوری بفرمایند که من میروم 10 روز یا 1 ماه دیگر برمیگردم؟ حالا این آقا میآید در اتاق من در همین زندان و میگوید دستبند به دست شما میزنم و شما را به تیمارستان میفرستم. گفتم این دستهای من، افتخار و حیثیتم این بود که این مرد به دستهای من دستبند بزند. ای آقا، من برای مرگ حاضر شدم. او گفت من آدمی هستم که دکتر مصدق را آوردم دستگیر و زندانی کردم و او نمیداند که مرا سیاست خارجی به زندان آورده. حالا در اینجا نعره میکشد تا خود را به اجر و منزلت برساند. تو یک آلتی هستی که داری میرقصی. آقا، وقتی میگوین محاکمه، محاکمه یعنی جریان دادگاه به خارج از دادگاه.
من وقتی حرف بزنم و کسی نشنود و نطق مرا تحریف کنند، آن وقت باید این اجازه شما را بگذارم در کوزه آبش را بخورم. آقا من گلویم خوش شد. عاشورا که نیست، رمضان هم که نیست، بگوید آب بیاورم. من قوانینی که ندارم. وقتی که جوجه کباب می آورن آب که چیزی نیست. آقا بله بله با شما هستم، بفرمایید بنشینید. بارها تذکر دادم در حین رسیدگی هیچ کس حق خارج شدن از دادگاه را ندارد. بله از جایتان تکان نخواهید تا کس دیگری صندلی شما را اشغال نکند. آقای رئیس اینها که سالن را پر کردن نه ارباب مطبوعات هم نه تماشاگر. دادگاه عملا قروق است و قروقچیان نگذاشتن صندلی ها به اشخاص معمولی بیفتند. همین است که یا موضوع دفاعیات من هیچ جای انعکاس ندارد یا مخدوش و تحریف می شود. من به صراحت می گویم اگر دفاعیات بنده تمام و کمال در جرایت من منعکس نشود، نه به دادگاه خواهم آمد و نه از این لحظه لب به قضا خواهم زد. میگن مسئله مرگ و زندگی ایشون در میان نیست، چون دیگه نمیتونن در برابر این بیدادگری ها ساکت بمونن. آقای دکتر شما که دیگر مثل ایشان اهل سیاست بازی نیستی، اگر مرگ و زندگی برای ایشان مطرح نیست، برای دکتر ایشان که باید مطرح باشد. البته که برای من مطرحه، ولی نمیدونم چرا برای شما مطرحه. مگه شما تمام هم و غمتون این نیست که ایشون رو به جوخه اعدام بسپارید؟ این از سر وظیفه شناسی سربازی است آقای دکتر، وگرنه خدای من میداند که به ایشان ارادت مخصوص دارد. همین امروز صبح به اتاقشان رفتم و صریحا عرض کردم اعتصاب قضا برازنده شما نیست. حتی به دکتر مربوطه گفتم اگر ادامه داد با وسایل دیگر به بدنشان قضا رسانده شود. گفتم اکنون که در اتاق شما هستم دیگر سرتیپ آزموده دادستان ارتش نیستم. از شما مثل یک فرد عادی، مثل یک ایرانی استدعا میکنم یک دیوان شیر میل بفرمایید. دست مرا پس دادم. من در عوض عرض کردم اجازه بفرمایید دستتان را ببوسم. ایشان در این موقع روی مرا بوسیدن. بدیهی است که من هم جمال مبارکشان را بوسیدم. فکر کردم کمی نرم شدم. دوباره لیوان شیر را جلو بردم، اما آنچنان زیر دستم زدم که شیر پاشید به دیوار. قبول میکنی که عبوی لجوجی داری؟ شما که نگران ایشان هستیم پس چرا گزارش حالشون رو به درستی منتقل نمیکنی؟ من به محض دریافت خبر اعتصاب قضا به منزل آقای بالاتبار عموی ناتنیم رفتم. پیشنهاد کردم هر دو با هم به زندون بیاییم، ترتیبی بدن پدرم رو راضی به غذا خوردن بکنن. آقای بالاتبار گفتن تا نظر اعلی حضرت رو جویا نشن نمیان. همونجا به دربار زنگ زدند و ماجرای وخامت پدرم رو شرح دادن. اعلی حضرت گفتن چند دقیقه صبر کن، دستور میدن. 10 دقیقه بعد زنگ زدن والا تبار فرمودن از تیمسار آزموده گزارش رسیده که حال دکتر مصدق آنطور که میگوین بد نیست. درسته تیمسار؟ بله آقای دکتر، اما میدانید که گزارش با واقع امر گاهی با هم مناخات پیدا میکنه، به خصوص در امور حساسی مثل این. در هر حال اعلی حضرت آقای والا تبار را از دخالت در این مسئله منع کردن. فرمودن حل این مسئله رو به آقای اللهیار سالم محول کنیم. آقای سالم پیغام دادن
وساطت من موقعی به نتیجه خواهد رسید که لایحه دفاعی ایشان در روزنامه ها منتشر بشه. سوال آقای ساله اینه، میتونم این قول رو به دکتر مصدق بدم؟ من که شخصا این قول رو به ایشان دادم، پس دیگر چرا لجبازی میکنم؟ آخه بستگی به این دارد که این قول از دهان چه کسی بیرون آمده باشه. نه خیر آقای دکتر، موضوع جای دیگری است. امروز اعتصاب قضاست، فردا یک بامبول دیگر. شما که عددی گرامتان را بهتر از هر کسی میشناسید، مگر همین ایشان نبودند وقتی که در مجلس میدیدند ممکن است رأی عدم اعتماد بگیرند خودشون را به قش میزدند تا رأی گیری به عقب بیفتند؟ من حریف خودم رو بهتر از هر کسی میشناسم. بی خود نیست که اعلی حضرت این نشانها را روی سینه ما گذاشتند. من از روز اول به رئیس دادستانی عرض کردم این معنی ندارد که زندانی را هر کس که میخواهد باشد در اتاق دلباز کاخ سلطنت آباد حبس کنند تا یک سرباز بگذارند دم در اتاق، که یعنی اینجا زندان است. بعد هم دادگاه رو در این تالار پرزرق و برق آینه که 10 مترم با اتاق زندانی فاصله ندارد راه بیندازند که آقا مجبور نشوند راه دور بروند. گفتند فرمان اعلی حضرت است. گفتم آنچنان لیلی به لالایش گذاشته اید که مردی که بی کراوات سر میز صبحانه نمی رفت، حالا اگر ولش کنید می خواهد با پیژامه به صحنه دادگاه بیاید. بی خود نیست که هنوز خودشان را نخست وزیر می دانند. حالا مقامات قول دادند رضایت اعلی حضرت را بگیرند و دادگاه تجدید نظر را ببرند به باشگاه لشکر زرهی. اگه فرمایشاتتون تمام شده میتونم مرخص بشم؟ البته، اما پیش از رفتن اگر موافق باشید یک پیغام کوتاهی از من به ایشان برسانید و بعد تشریف ببرید. پیغام؟ ها، پیغام که نه، یک سفارش مانه، نه از قول من بلکه از قول خودتان. خب ملتفت نشد. این دخترهای دبستانی من از وقتی که دادگاه شروع شده در مدرسه مورد بیمهری همشاگردی هایشان قرار گرفتند. آنقدر حرفای نامربوط میشنوند که مدرسه رفتن برایشان شده است یک عذاب. منظورتان به خاطر شغل شریف پدرشان؟ بچه هم دیگر از دنیای سیاست که خبری ندارد. حالا چیست این پیغام شما، این سفارشتون؟ نه از قول من، بلکه از قول خودتان. از ایشان تقاضا کنید دست کم اجازه بدهند آن بخش از دفاعیاتی که به تحصیلات قضایی من ارجاع دارد در روزنامه ها درج نشود. نه به خاطر من، که به خاطر بچه ها. به چه مناسبت با تقاضای پروفسور رولند برای وکالت بنده مخالفت فرموده؟ مگر ایشان یکی از خدمتگزاران این مردم نبودن؟ مگر ایشان یکی این که پروفسور رولند خارجی است. خارجی بودن که عیب است، عامل خارجی بودن عیب است. دوم این که ایشان نظامی نیست. تا تابع مافوق باشد. آقای رئیس، اجازه ندهید از موضوع خارج شوم، وگرنه تقاضای جلسه غیر علنی خواهم کرد. مبنای کیفرخواست روی این موضوع است که آقای دکتر مصدق از ساعت 1 صبح روز 25 مرداد ماه یاغی شد، بدین منظور که اساس حکومت مشروطه ایران با تخت و تاج سلطنت به کمک عناصر چپ برهم بزند. بر این مبنا دادستان ارتش عملش را منطبق با ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش دانسته که مجازات اعدام است. بله، اعدام است، زیرا او از روز 25 تا 28 مرداد که به حکومت یاغی خود ادامه می‌داده است اعمال و رفتاری نموده است که هیچ فرد مسلمانی این کارها را نمی‌کند. دادستان ارتش در اینجا می‌تواند بگوید این مرد
با این اعمالی که کرده است فرد مسلمانی نیست. بنده آقای رئیس اختیار دارم. دادستان حق ندارد در مذهب من دخالت کند. اگر این طور است بس بنده مرخص می شود. آقا تمنا می کنم بفرمایید. استدعا دارم تشریف داشته باشید. شاید آقای دادستان از بیان این مطلب منظور دیگری دارد. اگر او این حرف را بزند من در اینجا نمی مانم مگر اینکه مرا زنجیر کنید. تو مرخص نیستی این حرف را بزنی. وظیفه تو این است که در حدود قانون حرف بزنی. فهمیدی؟ به تو میگویم در حدود قانون صحبت کن. خیال میکنی؟ فرد مسلمان وقتی به قرآن قسم یاد کرد به هیچ قیمتی ولو اینکه خود و تمام خانوادش نابود شوند ممکن نیست خلاف سوگندش عمل کنند. ایشان حتی به وحی اعتقاد ندارند و قرآن مجید را کلام خدا نمیدانند. روی این است دادستان ارتش معتقد است که این مرد از ساعت 1 صبح روز 25 مرداد مرتد شده است. اعمالش جز خیانت به مذهب اسلام نبوده است. چرا از این حرفا جلوگیری نمی کنید؟ شما آقای رئیس نمی توانید محکمه را اداره کنید. او حق ندارد این حرفا را بزند. خواهش می کنم در مورد مذهب صحبت نکنید. شما چه کار دارید به این کارها آقا؟ حرف خودتان را بزنید. این متهم مردی است با هوش و با فراست، دارای روحیه قوی و مردم شناس. برای تغییر روحیه خود و برای تغییر شکل و قیافه خود قدرت و توانایی بی حد و حصری دارد. این مرد متحمل و با استقامت است. این مرد پشتکار عجیب و غریبی دارد. این مرد یاقی و خودخواه است. خدا لعنتش کند. بیباک است، دجوج است، صفاک است، در این حال مجنون است و حیله‌گر که مجموعه صفاتی که به عرض رساندم اولین ابزار آلات آن واژه است که با آن میگویند عوام پریدی. اینها که توهین به حساب نمیآیند جناب رئیس. لطفاً مراقب واژه هایی که استعمال میفرمایید باشید. توجه بفرمایید واژه هایی را که بنده در بین عرایضم استعمال کردم اینها بود. عرض کردم یاقی است. یاقی میگویی، تاقی میگویی، هرچه میخواهی بگو. عرض کردم خودخواه است. بله آقا صحیح است. عرض کردم بیباک است. بله سرسخت است. عرض کردم لجوج است. بله بله بفرمایید. عرض کردم صفاک و حیله‌گر است. کاملا صحیح است. اینها همه حرفایی است که میشود گفت. ایشان روز 26 مرداد دستور داد نام شاهنشاه از دعای صبحگاه و شامگاه سربازخانه ها حذف شود. سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو تهران و سینماها حذف شد و صفای اعلی حضرت رضا شاه و اعلی حضرت خمینی را از میادین شهر به مهمترین وجه پای بکشند. مجسمه های شاه فقید را قبول دارم. البته آقا شنیده اید و به عرضتان رسیده است که شخص بنده به هیچ وجه به عقیده به مجسمه ندارد. البته اگر بعد از اشخاص مردم خودشان بروند مجسمه درست بکنن خب در ازای خدماتی است که صاحب مجسمه به مملکت نموده است. وگرنه سریع عرض کنم به مجسمه اعتقاد ندارم. نظرتون را گفتید. لطفا دیگر حاشیه نروید. در ضمن نشستم صحبت نفرمایید. بله به من گزارش شده بود که گروه های چپ خیال دارن مجسمه های شاه فقید را پایین بکشند. من متوجه شدم اگر آنها این کار را بکنن ما را دوچار محضور خواهند کرد. یعنی مردم به ما خواهند گفت که اگر شما با احزاب چپ موافق نیستید باید مجسمه های شاه فقید را خودتان بیاورید و کار بگذارید. اگر این کار را میکردین حیثیت ملت ایران را برده بودین به جهت اینکه شاه فقید را انگلیسی ها در این مملکت شاه کردند. و هر وقتی هم که خواستن این شاه با عظمت و اقتدار را به وسیله دو مذاکره در رادیو از من بگذارید. ساکت! 10 روز ببرید از حبس! بعد هم ترفیه درجهش بدید. نظامیست. زده است به سیم آخر. بله این بود که من به فوریت به آقای دکتر سنجابی گفتم که احزاب ملی خودشان مجسمه ها را بردارن تا برای ما ایجاد محضور نشود. حالا اگر در قانون جزا راجع به مجسمه شاه فقید یک مجازاتی هست بنده مجازات را با جان و دل قبول میکنم. آقا یا اجازه بفرمایید بنشینم یا اگر میبایست ایستاده صحبت کنم اجازه بفرمایید جایی که دیوار باشد بایستم و به دیوار تکیه کنم.
یا اگر محرمت میفرمایید اجازه بفرمایید چند دقیقه ایستاده صحبت کنم تا پس از آن که فرمالیته به عمل آمد جلوس نمایم. همانجا بایستید و به نیمکت تکیه کنید. قربان به نیمکت که نمیشود تکیه کرد. به هر حال در جای خود بایستید و صحبت بفرمایید. ای به چشم، امریست که باید اطاعت کنم. کیست که از امر این دادگاه تخلف کند و از اوامر آقا اطاعت نکند؟ در ضمن شمرده تر و آهسته تر صحبت. من آقا نمیتوانم، حواسم جمع نیست. اگر آهسته صحبت کنم یادم میرود چه میگفتم. من عرض کنم یک نظر کلی درباره قانون اساسی دارم و آن این است که اگر شاه این دخالت ها را داشته باشد دوام ندارد و اگر کسی به شاه بگوید که تو حق دخالت در امور را داری خائن به شاه است. خدا میداند دوام شاه در این است که مسئولیت قبول نکند و انشاءالله 120 سال در این مملکت سلطنت بکند. من میگویم شاهی میخواهم که پادشاه این مملکت باشد، همیشه شاه باشد و هر وقت گفتن برو بگوید من شاه این مملکت هستم و هیچ جا نمیدم. اگر دخالت در امور نکنم پس چه کارم؟ این اختلافات حضورتان عرض کنم تازه در این مملکت نشده است. محمد علی شاه هم همین را میگفت. مظفرالدین شاه مشروطه داد و موافق مشروطه بود. اختلافی نبود. هیچ. محمد علی شاه با این که سند داد دبه در آورد. میگفت وزیر را من نصب کنم، عزل بکنم. وقتی محمد علی شاه رفت، احمد شاه 12 سال داشت. از عزدالملک نایب السلطنه بود. او هم یک پیرمرد 70 سال باز هم داری. جواب ما را ندادید؟ تصدیق میکنید باز به تاریخ پرداختید؟ خیر قربان تصدیق ندارم، اینها را میگویم که شما روشن شدید. ما روشن هستیم آقا. خیر آقا، روشن نیستید. بنده سوال کردم مقام تشریفاتی در کجای قانون اساسی نوشته شده؟ جناب عالی دکتر حقوق هستید. مثلا در قانون عقد و ازدواج اصل این است که طرفین ترازی داشته باشند، ولی آیا این که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و اصولی رعایت شود، اینها را باید گفت تشریفاتی است و کنار گذاشت؟ خوب فهمیدید. همین عقد که فرمودید تنها با ثبت در دفتر اسناد رسمی عقد نمی شود. باید زنی باشد، مردی باشد، قبل تو بگوید. دفتر اسناد رسمی نمیتواند قبل از این مقدمات بگوید فلان کس زن فلان مرد است. این دست خط توشیه شاه هم بدون مقدماتی نمیشود. بنده حاضرم از هر مملکتی که مشروطه است برای این دادگاه سند بیاورم که هیچ پادشاه مشروطه این نمیتواند نخست وزیر را عزل کند. بفرمایید مطالعه کنید. لایحه است که پروفسور رولن بلژیکی در مورد حقوق پادشاه نسبت به عزل و نصب نخست وزیر در قانون اساسی بلژیک تهیه فرموده و برای این جانب ارسال داشته. آیا بجز مصدق یاغی و خودخواه کس دیگری میتواند ادعا کند که حقوق مقام سلطنت تشریفاتی است؟ بله آقا، ملت ایران. بنده از این آقا سوال میکنم که اساسا در مالکیت چه میکنم به کشور ایران چه مربوط است؟ در آمریکا هر ایالتش قانون خاص دارد. کشور بلژیک دارای قانون اساسی خاص است. کشور انگلستان که خودش معترف است اصلا قانون اساسی مدون ندارد. آنچه که ثابت است این است که اصل 46 متمم قانون اساسی ایران صریح است که عزل و نصب وزیران به فرمان همایون پادشاه است. آنچه که بدون تردید است این است که آقای دکتر مصدق با دفاع و طرز فکری که دارند، دفاع و طرز فکر ایشان دفاع و طرز فکر استبدادی است. بنده مختصر عرضی داشتم. انشاءالله از موضوع خارج نمیشم. خیر ابدا. بفرمایید. خواستم خدمت دادگاه محترم عرض کنم که آقای محترم بنده به کرات از وظیفه دادستانی خودشان خارج شدند. این وظیفه دادگاه است که اگر خارج شدن به ایشان تذکر بدهند. بسیار خوب، پس خواهش میکنم به ایشان تذکر بدهند. عرض کنم این روزنامه ایران است که روزنامه سوئیسی را ترجمه کرده، یعنی روزنامه اندپاندان را.
این روزنامه می نویسد که دادستان ارتش دکتر مصدق را متهم به خیانت، قانون شکنی و سوء استفاده از اموال عمومی می کند. هزار بار گفتم، باز تکرار می کنم، این دادگاه فقط در خصوص بررسی افعال روزهای 25 تا 28 مرداد ساله هست، نه قبل و نه بعد از آن. من تا این مطالبی را که این مرد گفت تکذیب نکنم و جواب او را ندهم، محال از این دادگاه را دادگاه عادلانه بدانم. اگر جواب او را ندهم، دنیا مرا محکوم خواهد کرد. شما هر چه میخواهید. آقای مصدق، اگر اجازه، آقای مصدق، مگر به زور مرا. آقای مصدق، بفرمایید نشسته صحبت کنید. خیر، خواهم ایستاد. عرض کنم آن روز که گفتم اعتصاب غذا میکنم، 30 ساعت غذا نخوردم. خود این آقا آمدن به من گفتن شما غذا بخورید، البته ریاست محترم دادگاه به شما اجازه خواهند داد که عرایض خود را در دادگاه به عرض برسانید. مطمئن باشید دادگاه از حق قانونی جناب عالی وجدانن جلوگیری نخواهد کرد. حق قانونی من آقا جان دفاع است. دادگاه باید تمام حرفها را گوش کند. اگر شوفر یک نفر را زیر گرفت، همان ساعت تصادف را مأخذ نمیتوان قرار داد. باید روزهای قبل را در نظر گرفت و دید که آیا راننده اصلا تصدیق رانندگی داشته است یا خیر. شما حتی به من اجازه نمیدهید این دو خط نامه نبی الله ضارب را اینجا بخوانم. نامه نبی الله ضارب چه ارتباطی به ما دارد؟ چطور ندارد؟ نامه کسی که ادعا میشد در دادگاه اعتراف کرده که به تحریک بنده امام جمعه را چاقو زده و حالا به خود بنده نوشته که در زندان او را وادار به اعتراف دروغ کرده بودن برای درک شرایط بنده مفیدتر است یا اعتقاد و بی‌اعتقادی به وقت. آخر اگر متهمی ادعا کند که برای دفاع از خود قرائت شاهنامه و انکسکلوپدی لاروس را از اول تا به آخر مفید میداند، قرائت آن در صحن دادگاه صحیح است. خیر قربان، ولی قطع سخن متهم طوری که یک جمله شرطی را که با اگر شروع شده است نتواند کامل کند هم صحیح نیست. بسیار خوب، متن نامه را که فرمودید، خود آن را هم برای ضبط در پرونده بدهید. اجازه بدهید چند کلمه عرض کنم. بفرمایید. پیشان اعتصاب قضا کردم و حالا از این عمل ساده هم سوء استفاده فرمودم. صبح به اتاق ایشان رفتم و صریحاً خدمتشان عرض کردم. فرمودید. مثل یک ایرانی استدعا میکنم در دفاعیات خود به اعلی حضرت رضا شاه کبیر و اعلی حضرت همایونی توهین نفرمایید. چنین صحبتی نشد، خود شیرینی نفرمایید. حتی گفتم وقتی شما به آن نه دفاع میکنید، من همواره بیم دارم کسانی تحت تأثیر احساسات به شما صدمه بزنند. بهتر، مگر همین 9 اسفند سال گذشته نبود که وقتی پس از شرفیابی از کاخ خارج می شدم، عده چاقوکش تحت تأثیر به قول شما احساسات میخواستن بنده را بکشن. برای استحضار جناب عالی همینقدر عرض می کنم که حالا با 9 اسفند فرق دارد. این دادگاه به فرمان اعلی حضرت همایونی موظف به حفظ جان شماست، مگر اینکه اجل خدایی برسه. آخر اجل هم یک جوری میآید که آدم نمیفهمد. اکنون ملاحظه میکنی که از این جریان ساده هم سوء استفاده فرمودم و مطالب را طوری عنوان کردند که مثل اینکه از اعتصاب قضاییشان بنده را هراسی فرا گرفت. البته که شما را هراسی فرا نگرفت. اگر میگرفت که مرا برخلاف قانون حبس مجرد نمیکرد. آقای مصدق، من منظور شما نسبت به محل حبستان را متوجه نشدم. کاش آدم را دار بزنم، حبس مجرد نکنم. من چندین بار گفتم مرا ببرید پیش آن دیگران، پیش آنها که وزیر و مشاور و همکار من بودن. نمی شود مرا ببرید پیش آن حمال، من که از آنها بالاتر نیستم. من آدمی بودم روزی 10,000 کلمه صحبت می کردم،
با هزاران نفر صحبت میکردم. حالا اگر زن و خانواده هم میآیم یک کلمه حرف خانوادگی بزنن، یک نفر صاحب منصب آنجا ایستاده مینویسد و من هرچی بگویم گزارش میکند به آقا. لطفاً ادامه کیفر خواست. روز 28 مرداد مردم شاه پرست و با غیرت به طرفداری از شاهنشاه جان بر کف سینه به سینه مسلسل دادند و به خانه ایشان هجوم بردند تا آقای دکتر مصدق از ترس ملت از رخت خواب فراری شد و ملت خانه اش را بر سرش خراب کردند. بازار را هم خراب کردند. به خدای لایزار وقتی خانه من از چهار طرف بمباران می شد می گفتم باید کشته شوم تا هدف ملت از میان نرود. شما آقای سرچیپ آزموده از آقایانی که روز 28 مرداد در خانه من بودن و اکنون در زندان شما به سر می برند سوال کنید. من آن روز می خواستم در خانه بمانم تا یک عده چاقوکش مأمور قتل من با که با جمعیت غارتگر می آمدن کار مرا تمام کنند. ارواح شهدای 28 مرداد هم اکنون گلوی او را می بکنند. خفه هم کرد برای اینکه آنها را یک عده چاقوکش و غارتگر معرفی می کنند. آقا اجازه بفرمایید حرفم را تمام کنم. بنده از خانه خود رفتم خانه همسایه و از آنجا به خانه دیگر و دیگر. در خانه سوم رفتیم در زیر زمین نشستیم. در آنجا معلوم شد که خانه مرا آتش زدند. 3 ساعت بعد از ظهر آمدند در زدند. گفتند ما را فرستادن اینجا را بگردیم ببینیم کسی هست یا نیست. گفتم آن کسی را که میخواستید همینجاست، دکتر مصدق و وزیرانش. بعد ما را بردن به بارگاه افسران. منظورتان باشگاه افسرانه؟ چه توفیری میکند؟ همین افسران طرفدار شاه به خانه مسکونی من هجوم آوردن. غارتگران از جلو و نظامیان از عقب به خانه من و فرزندانم هجوم آوردن و هرچه در خانه من و فرزندانم بود حتی در و پنجره ها را از جا کنده بردن. بنابراین جا دارد از آن افسری که در ایام توقیف من در باشگاه افسران اینکه مرا که در اتاق خوابم بود برده بودن به من برگرداند صمیمانه تشکر کنم. اتهامات منتسبه به دکتر محمد مصدق را منطبق با یک قسمت از ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش دانسته و با توجه به اینکه سن نام برده از 60 سال متجاوز است و در نظر گرفتن خدمات سابق دکتر مصدق که از طرف ذات اقدس شهریاری مورد تقدیر واقع گردیده و اینکه نام برده هیچ گونه سابقه کیفری ندارد وی را شامل یک درجه تخفیف دانسته و به 3 سال حبس مجرد محکوم می کند. حکم امشب دادگاه بر افتخارات من افزود. خیلی متشکرم. ملت ایران و دنیا معنای مشروطیت ایران را فهمید. پند مادرم دوباره در گوشم زنگ می زند. وزن اشخاص در جامعه به قدر شدایدی است که در راه مردم تحمل می کند.
دکتر مصدق پس از پایان حبس 3 ساله در خانه‌اش در احمدآباد زندانی می شود. هر تجمعی ممنوع است جز در مساجد و تکایا. سرهنگ خدیبی رئیس ساواک کرج برای بازدید از مامورین احمدآباد آمدن، گفتن میل دارن شما رو ببینن. لابد باز از اربابش سرهنگ مولوی رئیس سازمان امنیت تهران پیغامی داره. لابد ولی چیزی به من نگفتن. اجازه میدین؟ از زندانی که اجازه نمیگیرن. این خانه با زندان دوی زرهی چه فرقی دارد؟ 100 تا سرباز سر خط آهن چند کیلومتری احمدآباد اردو زدن. توی ده، حتی توی همین ملکی که برایم باقی ماندم لنگر انداختم. زندان مگر شاخ و دم دارد؟ برم صداشون کنم؟ مگر چاره ایم هست؟ روز شما بخیر قربان. تصدق حضرت عالی. عرض میکنم پیغامی داشتم. از جناب سرهنگ مولوی؟ بله قربان، از جناب سرهنگ مولوی که میخواستم حضورتون ابلاغ کنم. بفرمایید، اگر چشمم به نامه هاست گوشم به شماست. اتفاقا پیغام در همین مورد است. در مورد چشم و گوش بنده؟ خیر قربان، در مورد مراسلات سرکار. دستور العمل تازه‌ای صادر فرمودن؟ بله قربان، فرمودن مکاتبه و نامنگاری سیاسی به این و آن برای شما قدغن است. حالا که این پیغام را آوردید جواب آن را هم تمام و کمال برایشان ببرید. من به صراحت میگویم اگر از هموطنانم کاغذی برسد نمیتوانم آن را بلا جواب بگذارم. به ایشان بگویید برای جلوگیری از این کار 3 راه بیشتر نیست. 1، شرحی رسماً به من مرقوم فرمایند که راجع به سیاست با کسی مکاتبه نکنند. 2، یک دادگاهی مثل دادگاه سال 32 تشکیل دهند که مرا محکوم کنند تا این کار سبب شود که دیگر چیزی ننویسم. 3، به مامورینی که در احمدآباد گمارده‌اند دستور دهند که دستهای مرا دستبند بزنن و هر وقت قضای حاجتی داشتم باز کنن، دوباره دستبند بزنن تا قدرت نوشتن را از من سلب کنن. من که حاضرم با یک نوشته رسمی این حقی را که قانون در دنیا به هر فردی داده است از خودم سلب کنم. شما چرا مزایقه می کنید و می خواهید به حرف بگذرانید؟ غیر از این هر عملی بشود موجب آسودگی من است، چون از این زندگی رقتبار که دیگر تا به تحمل آن را ندارم خلاص می شدم. باور می کنین جلوی در جیپ ها و کیف هم رو بازرسی کرده باشن؟ بگم اگر من نتونم توی این خونه آزادانه رفت و آمد بکنم بعد دیگه اسم اینجا رو نباید خونه گذاشت. بگم اگر 7 سر مأمور جماعت بشه. حالا مگر چیزی همراه خودت داشتی که اینطور نگران شدی؟ چی جز دوا و دارو برای شما پدر جان؟
ولی من چیزی برایت دارم که میخواهم نگرانش باشی. این دو نسخه از یادداشت‌های من است. بخشی از آن را در زندان زرهی و بخشی دیگر را در همین زندان احمدآباد نوشتم. خاطرات ساده و مختصر است. خاطرات که نه، شاید تعلمات اگر بگویم بهتر باشد. هرچه از دو نسخه از آن را رونویس کرد. یک نسخه برای تو و یک نسخه برای برادرت احمد. هر طور قادرید حفظش کنید تا فرصت انتشارش برسد. این فرصت خواهد رسید، باور داشته باشید. دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. چشم ولی فکر میکنم بیرون بردن اینا عملی نباشه تو این شرایط حساس. برای حفظ اینا هیچ جای این مملکت جز همین اتاق شما امتر نیست. دست کم حرمت شما باعث میشه اونقدر که مأموران با دیگران وقاحت میکنن با شما نکنن. اگر اجازه بدین همین اتاق پنهانشون کنم، سر فرصتی بهتری ببرمشون. پدر جان، سرهنگ خدیبی هستم. آمدن دارن گوشه کنار باغ رو زر میکنم. لابود میخواهد بداند برای کوبیدن خانه چقدر بوم لازم است. پدر جان، دارن میان. هیچ حوصله اش را ندارم. میروم اتاق خوابم. بگو که سامت دارد خوابیده. اجازه میدهید یک نگاهی به این اتاق بیاندازم؟ دنبال چیزی میگردیم؟ خیر، فقط ببینم این پنجره ها به کجا راه دارن. به کجا میتونن راه داشته باشن جز به حیات؟ ضمناً با دکتر مصدق هم عرضی داشتم. ببنده بفرمایید، خوابم. خیر، باید خدمت ایشون عرض کنم. ولی ایشان که صلات دارن، باید استراحت کنن. چند دقیقه بیشتر مصدق نمیشوم، لطفاً صدایشان. عرض کردم ایشان مریضن، همین پیش پای شما به ایشان آرام بخش تزریق کردم، اصلاً به هوش نیستن. باز هم امریه برای ابلاغ دارید؟ خیلی قربان. فقط میخواستم عکسی رو که برای کارگران صنعت نفت به مناسبت 29 خرداد سالگرد خلعیت دیروز امضا فرموده بودید بهتون برگردم. حامل عکس رو که دیشب از بیراهه به بیرون فرستاده بودید دستگیر کردم. او حالا در محل امنی مشغول بازجویی پس دادن به جناب سرهنگ مولوی است. در کتاب ماموریت برای وطنم هر جا که شاه اسمی از شما بردن علامت زدم ناچار نباشید همه کتاب رو بخونید. خواندنش اعصاب میخواد. همان تکه ها رو بخون ببینم چی نوشته. اولی اینجاست، نوشتن: قبول دارم که ملی کردن نفت خدمت بزرگی به این مملکت بود، اما مصدق یک عده بیوطن مثل دکتر فاطمی را دور خودش جمع کرده بود که این یکی بالاخره به سزای خیانتش رسید. باید گفت اگر قبول دارید که ملی کردن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به این مملکت شده است، افتخارش باید نصیب آن کسی باشد که اول بار این پیشنهاد را نمود و آن کس جز دکتر حسین فاطمی نبود. ای کاش سرنوشت ایشان نصیب من شده بود تا این زندگی رقتبار را تحمل نمی‌کردم. اینجا هم نوشتن
مصدق به نقطه دور افتاده و بد آب و هوایی تبعید شد و چون پیر و علیل بود به احتمال قوی از این تبعید سلامت باز نمیگشت، ولی من از او شفاعت کردم و من هر وقت فرصتی به دست آوردم از اظهار شکرگزاری خودداری نکردم و در سال 1332 هم در نامه‌ای که به محکمه نوشتم او را از تقصیراتی که نسبت به شخص من مرتکب شده بود بخشیدم. در اثر همین نامه از اعدام نجات یافت. بین شاهنشاه و من اختلاف شخصی نبود که از تقصیرات من درگذرم. من همان وقت که نامه وزیر دربار در این باره در دادگاه قرائت شد نسبت به این اظهار تنفر کردم. اینجا هم نوشتن در 6 ماه آخر نخست وزیریش مصدق حتی یک بار هم تقاضای شرفیابی نکرد و لجبازانه از ملاقات با من سرباز میزد. پس از 9 اسفند که از توطئه ترور جان به در بردم دیگر به کاخ نرفتم، برای اینکه ممکن بود سربازان گارد شاهنشاهی روی همان تعصب بیجا تیربارانم کنند و مخالفینم به حق شماتت هم نمایند که چرا خلاف حزم عمل کردم. ولی پدر جان، شما حتی پیشنهاد ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار رو که ترتیبی داده بودن که شاه را در خانه خود من که بین کاخ و خانه شما قرار داشت ملاقات کنین رد کرد. بله این پیشنهاد را رد کردم چون تشریف فرمایی شاهنشاه را به خانه پسران دون شأن آن مقام می دانستم. ولی آخه شما فکر نمی کنید مردم این رو به حساب لجبازی شما در اون شرایط حساس بگذارد تا به حساب رعایت شأن و مقام سلطنت؟ اینجا هم نوشتن وی در ظاهر همواره از کمونیستا برکناری داشت، ولی به کمک آنها متکی بود و حزب توده را نردبان ترقی خود ساخته. چه نردبان لقی! اگر به این نردبان امید بسته بودم که با فصل قرارداد نفت شمال و رد امتیاز شیلات دست مسکو را از ثروت ملی کوتاه نمی کردم و کینه حزب توده را برای خود نمی خریدم. اینجا هم نوشتن مصدق در دوره‌ای که باید بس کن غلام جان، بس کن، حالم خوب نیست، میخواهم دست از کار بکشم. به قول هموطنان آذربایجانی هیچ دخلی وار. نردبان لقی، آن روز که به آرامش نیاز داشتی در خیابان‌ها بودند، روزی که باید به خیابان‌ها می آمدند آرام در خانه‌هاشان نشستند تا تک تک شکار شد. چه نردبان لقی! کاش می گفتی چه نردبان‌های لقی! نردبان لقی که آیت الله کاشانی 30 تیر زیر پایت گذاشت و 28 مرداد آن را یک بار از زیر پایت کشید. از بالای نردبان آدم محکم تر زدی میخوره نه؟ همچنان افتادن، باقی با خداست. بله بی صبرانه منتظر تلفن سرکار بودم. چه خوب. بله با ایشون در میان میذارم ببینم چی میگن. منت بر بنده گذاشتید جناب پروفسور. خدا نگهدارش. گلویم خوش شد. چرا آب دم دستم نیست؟ الان برای تا میریزم. پدر جان، پروفسور عد بودن.
میگفتن گمان نمیکنن. علا حضرت با معالجه شما در اروپا مخالفتی داشته باشن. اگر اجازه بدین برن تقاضا کنن بشنون ببینن چی میگن. چرا به اروپا بروم؟ بس شما ها که طبیب هستید و در خارج تحصیل کرده اید چه کاره اید؟ اگر طبیب هستید مرا همینجا معالجه کنید. اگر دروغ است و مردم را فریب میدهید حرف دیگر است. اگر هر کس مریض میشود به اروپا میرود. پس لاغر اجازه بدید یکی دو دکتر برای همفکری از خارج بیاریم. برای درمان شما احتیاج. لعنت خدا بر من و هر کسی که بخواهد مخارج چندین خانواده این مملکت فقیر را صرف آوردن دکتر از خارج کند. عصبیت برای شما خطرناکه. شما که هر چی میگین ما عمل میکنیم. اگه نظر پزشکان را با شما در میان نذارم با کی بذارم؟ دیگر نیاز به این حرفا نیست. سال هاست که منتظر این شبم. مگر قرار است آدم چقدر عمر کند؟ هوا بیرون چطور است؟ سرد. برف هم آمده؟ داشتم می آمدم هوا برفی نبود. ولی حالا سر تا سر احمد آباد برف میشه. متجاوز از یک سال است که منتظر این شبم. از آن شب که مادرت پس از 64 سال زندگی با من که جز رنج و تعب براش نداشت از این دنیا رفت. چشم انتظار این اسفند برفیان. 64 سال با همه چیز من ساخت. من هیچ وقت نمیخواستم که بعد از دیگم بسرم. وصیت نامه هم روی میز کارم است. دو کلام بیشتر نیست. جوهرش همان است که قبل از کودتا با تو و دیگران در میان گذاشتم. آن شب که در نور یک چراغ نفت سوز بر مزار شهدای سیتیر رفته بودیم، آخرین آرزویم این است که پس از مرگم در جوار آن شهیدان که به منزله فرزندانم هستند دفن شدم. همین. بله جناب پروفسور عبد. از نیمه شب بیهوش شدم تا سحر نکشیدم. متصل تلفن سرکار بودم بدونم اعلیحضرت با وصیت ایشان مخالفتی دارم یا نه. چه فرمودید؟ متصل البته انتظار دیگه هم نداشتم. سرم چون گوی در میدون بگرده دلم نز عهد و نز میدون بگرده. اگر دورون به نار مردون بمونه نشینم تا دگر دورون بگرده. نشینم تا دگر دورون بگرده.
الهی ای فلک چون موزد موشی دلت همچون برمه مورد موشی اگر یک لحظه اون بیغم ببین یقین دونم که از این غم سر گوشی یقین دونم که از این غم سر گوشی